هیچ کاری به اندازه بررسی خود جهان هستی توی مقیاس‌های خیلی بزرگ عجیب و هیجان انگیز نیست. امروز می‌خوایم جهان قابل مشاهده رو بفهمیم، چون به نظرم اونجوری که باید در موردش صحبت نشده. نکات ظریفی داره که اگه درست درکشون کنیم خود به خود جواب خیلی از سوالامون رو پیدا می‌کنیم. پس اگه شما هم مثل من عاشق مباحث مربوط به فضا هستید، پیشنهاد می‌کنم این ویدیو رو از دست ندید. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگروی فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. کهکشان GNZ11 یکی از قدیمی‌ترین کهکشان‌هاییه که تا حالا پیدا کردیم. مقدار ردشیفت یا انتقال به سرخش نشون میده که این تصویر تقریباً مربوط به 13.5 میلیارد سال پیشه. بعضیا ممکنه بگن چون این پرتوها 13.5 میلیارد سال با سرعت نور حرکت کردن تا به ما رسیدن، پس فاصله مکانی ما از این کهکشان 13.5 میلیارد سال نوریه. اما این کاملا اشتباهه. فاصله های کیهانی از اون چیزی که فکر میکنیم پیچیده ترن. اگه یه جهان ثابت داشتیم این حرف درست بود، ولی مشکل اینجاست که جهان هستی در حال انبساطه. قانون هابل که یکی از مهمترین قوانین کیهانشناسیه میتونه سرعت دور شدن کهکشانها بر اثر انبساط جهان رو برای ما حساب کنه. طبق این قانون وقتی این پرتوهای کهکشان Z11 شروع به حرکت کردن، فاصلش از زمین فقط 2.6 میلیارد سال نوری بود. به این میگن فاصله درست. از همون زمان انبساط جهان باعث شد فضای بین ما دائما بیشتر بشه. این پرتوها هی حرکت کردن به سمت زمین، اما فاصله‌ای که باید طی می‌کردن هی بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه بالاخره بعد از 13.5 میلیارد سال رسیدن به زمین و ما دیدیمشون. الان فاصله درست این کهکشان از 2.6 رسیده به 32 میلیارد سال نوری، بیشتر از 12 برابر از ما دورتر شده. پس موقعیت مکانی هر کهکشانی رو باید اینجوری توضیح بدیم. یعنی دقیقا بگیم زمانی که پرتوها شروع به حرکت کردن چقدر از ما فاصله داشته، امروز که به ما رسیدن این مسافت چقدر شده. اون مدت زمانی هم که طول کشیده تا نورش برسه به زمین بهش میگن فاصله سفر نور، که دیدیم برای کهکشان Z11 برابر با 13.5 میلیارد سال نوری. پس این عدد کاری با موقعیت مکانی نداره، زمان رو داره به ما نشون میده. یعنی به ما میگه این تصویری که از این کهکشان میبینیم مربوط میشه به 13.5 میلیارد سال پیش. مسافتش رو باید با همون فاصله درست بیان کنیم که با گذشت زمان تغییر میکنه. حالا که این موضوع رو درک کردیم، نگاه ما به پدیده‌های کیهانی خیلی درست‌تر و دقیق‌تره. همین چیزایی که گفتم رو میتونیم به تمام کهکشان‌های جهان گسترش بدیم تا مفهوم جهان قابل مشاهده رو بهتر بفهمیم. میدونیم که تقریباً 400 هزار سال بعد از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ، پایین اومدن دما به الکترون‌ها و پروتون‌ها اجازه داد کنار هم قرار بگیرن و اتم‌ها رو بسازن. با از بین رفتن یون‌های مثبت و منفی، پرتوهای الکترومغناطیسی تونستن بدون هیچ مزاحمتی تو تمام قسمت‌های فضا به همه طرف منتشر بشن. حالا تو این مرحله یک کره فرضی در نظر بگیرید به شعاع 42 میلیون سال نوری. مرکز این کره نقطه‌ایه که بعداً قرار زمین ما اونجا تشکیل بشه. از بین تمام پرتوهای الکترومغناطیسی با جهت‌های مختلف، بعضی‌هاشون تو این لحظه روی سطح این کره فرضی قرار گرفتن و جهتشون هم به طرف مرکزه. این پرتوها به حرکت خودشون با سرعت نور ادامه میدن، ولی انبساط جهان باعث میشه دائما فضای بین نقطه شروع تا نقطه پایان بیشتر و بیشتر بشه. این کشیدگی طول موج پرتوها رو افزایش میده و میبرشون به سمت مایکروویو یا ریز موج. در نهایت بعد از گذشت 13.8 میلیارد سال میرسن به ما. این همون تابش زمینه کیهانی یا CMB که امروز از همه طرف داریم دریافتش میکنیم. ردپایی از 400 هزار سال بعد از بیگ بنگ. در مورد این موضوع یه ویدیوی کامل داخل کانالمون هست. از طرفی اون کره فرضی که پرتوها از اونجا شروع به حرکت کردن هم به خاطر انبساط جهان دائما بزرگتر شده، طوری که امروز فاصله درستش از 42 میلیون رسیده به 46.5 میلیارد سال نوری، یعنی 1100 برابر.
پس در واقع قطرش 93 میلیارد سال نوریه با یه چیزی حدود 2 تریلیون کهکشان. این کره فرضی همون چیزیه که بهش میگیم جهان قابل مشاهده، چون گذشته اجرامی که داخل این کره قرار گرفته بودن برای ما قابل دیدنه. آیا وضعیت امروزشون هم میتونیم ببینیم؟ یکم پیچیده است، جلوتر بهش میرسیم. جهان قابل مشاهده یه چیز ثابت نیست. موجودات هر سیاره‌ای جهان قابل مشاهده خودشونو دارن به صورت یک کره به مرکز همون سیاره، یعنی بستگی داره به موقعیت مکانی بیننده. سوالی که قبلا توی کامنت ها پرسیده بودید این بود که اگه عمر جهان 13.8 میلیارد ساله، چطور ممکنه شعاع جهان قابل مشاهده 46.5 میلیارد سال نوری باشه؟ بیشتر از 3 برابر. دلیلش همین انبساط جهانه، چون این تابش اوایل تولد جهان شروع به حرکت کرده و بعد از 13.8 میلیارد سال رسیده به ما، ولی اون موقعیت مکانی که این پرتوها از اونجا شروع به انتشار کردن به خاطر انبساط جهان تا امروز 46.5 میلیارد سال نوری از ما فاصله گرفته. عدد اولی داره زمان رو نشون میده، عدد دومی مکان. اما یه سوال دیگه که زیاد پیش میاد اینه که آیا واقعاً بخش‌هایی از جهان با سرعتی بالاتر از نور منبسط میشن؟ ذهن ما بیشتر وقتا توی درک بیگ بنگ مشکل داره. خیلی از سوء تفاهم‌ها هم از همینجا شروع میشه. معمولاً به شکل یه انفجار نشونش میدیم، شبیه انفجارهایی که توی فضای سه‌بعدی خودمون اتفاق میفتن. خب تو این حالت همه چیز از یه نقطه شروع میشه. بنابراین یه مرکز داریم. در حالی که بیگ بنگ انفجاری نبوده که داخل یه فضای دیگه اتفاق بیفته، خودش همه چیزو ساخته. هم فضا، هم زمان، هم ماده و انرژی، همشون داخل خودشن. پس نمیتونیم مثل انفجارهای معمولی بهش نگاه کنیم و دنبال مرکزش باشیم. هیچ مرکزی در کار نیست که تمام کهکشانها ازش دور بشن، بلکه همشون نسبت به همدیگه فاصله میگیرن. مثلا سه تا کهکشان فرضی رو در نظر بگیرید که فاصله هاشون با هم یکسانه. زمین خودمونم با همین فاصله نسبت به اولی قرار گرفته. فرض کنید کهکشان اولی به خاطر انبساط جهان مثلا با سرعت 1 کیلومتر بر ثانیه از ما دور میشه. طبق همون قانون هابل که اول ویدیو گفتم، چون فاصله هاشون یکسانه، کهکشان دومی هم نسبت به اولی همین سرعت رو داره. سومی هم نسبت به دومی همینطوره. اما وقتی سومی رو نسبت به زمین در نظر بگیریم، سرعت دور شدنش خیلی بیشتر از 1 کیلومتر بر ثانیه است. همینجوری هرچقدر بیشتر فاصله بگیریم، انبساط جهان کهکشان‌ها رو با سرعت بیشتری از ما دور می‌کنه. قانون هابل نشون میده هر کهکشانی که فاصله درستش از زمین بیشتر از 14 میلیارد سال نوری باشه، سرعت دور شدنش از نور هم بیشتره. جالب اینجاست که بالای 90% کهکشان‌های داخل جهان قابل مشاهده اینجوری‌اند. حتی وقتی به مرز این کره نزدیک میشیم، شدت انبساط جهان به چند برابر سرعت نور میرسه که واقعاً عجیبه. خب طبق نسبیت خاص اینشتین، امکان نداره هیچ جسمی بتونه با سرعت نور حرکت کنه. پس آیا همچین کهکشان‌هایی قوانین فیزیک رو نقض می‌کنن؟ جواب منفیه، چون نسبیت میگه هیچ جسمی نمیتونه داخل فضا با سرعت نور حرکت کنه، در حالی که اینجا این خود فضاست که داره با یه همچین سرعتی منبسط میشه. پس این کهکشان‌ها واقعاً در حال جابجایی نیستن. از یه نقطه ای از فضا نمیرن به یه نقطه دیگه‌اش. همونجا سر جاشون هستن، فقط فضا زمانی که اینا توش قرار گرفتن داره با سرعتی بالاتر از نور منبسط میشه. اینا هم چاره ای ندارن جز اینکه همراهش برن. شبیه کشمش های داخل یک کیک که با پف کردن خمیر از هم فاصله می گیرن. حالا بیاید ببینیم این انبساط فوق‌العاده سریع چه نتایجی داره. وقتی کهکشان های دوردست با سرعتی بالاتر از نور از ما دور میشن، فاصله بینمون اونقدر سریع رشد میکنه که نور هم دیگه نمیتونه این مسافت رو طی کنه. چون پرتوها با سرعت نور میان، ولی فاصله با سرعتی بالاتر از نور اضافه میشه. بنابراین توی هر ثانیه تقریبا 20,000 ستاره از کهکشانهای مختلف برای همیشه از دید ما خارج میشن.
یعنی دیگه هیچ وقت نورشون به ما نمیرسه، حتی اگه تا ابد صبر کنیم. با ادامه این روند یه زمانی میرسه که دیگه فقط میتونیم کهکشانهای گروه محلی خودمونو ببینیم، یعنی آندرومدا و چند تا کهکشان کوچیک همسایه. البته هنوز میلیاردها سال تا اون زمان باقی مونده. اون موقع دیگه سیاره‌ای به نام زمین وجود نداره. اینجا شاید بپرسید پس چرا الان داریم تابش زمینه ی کیهانی رو دریافت میکنیم؟ دلیلش اینه که این پرتوها مال گذشته است. مال وقتی که جهان قابل مشاهده خیلی کوچیکتر بود. اینا زمان کافی در اختیار داشتن که تا زمین بیان. اما پرتوهایی که امروز دارن از اونجا منتشر میشن دیگه هرگز به ما نمیرسن. داخل پرانتز بگم که الان تو مرز جهان قابل مشاهده هم باید مثل همسایگی خودمون کهکشانهای پیشرفته‌ای به تکامل رسیده باشن، چون اتمهای اونجا هم به اندازه اتمهای همینجا زمان داشتن برای تشکیل ستاره ها و کهکشانها. فقط حیف که هیچ وقت نمیتونیم ببینیمشون. نکته آخر این که انبساط جهان به این معنی نیست که خود کهکشان ها هم منبسط میشن، چون نیروی قوی تری مثل گرانش بین ستاره ها اجازه این کار رو نمیده. یا مثلا در مورد بدن ما، نیروهایی که اتم ها رو کنار هم نگه میداره خیلی قوی تر از چیزیه که انبساط جهان بتونه از هم دورشون کنه. فقط توی ابعاد خیلی بزرگ تاثیرگذار و اجرامی رو از هم دور میکنه که بینشون نیروی گرانش قابل توجهی وجود نداشته باشه. بعد از همه این حرفا، سوالی که به ذهنمون میرسه اینه که خارج از جهان قابل مشاهده چی هست؟ ایده های مختلفی مطرح شده. بعضی ها معتقدن هیچ چیزی وجود نداره، ولی خیلی هم باورشون اینه که بعد از جهان قابل مشاهده بازم تعداد زیادی کهکشان هست. حتی بعضی از فرضیه ها میگن بیرونش صدها برابر بیشتر از داخلش کهکشان وجود داره. به هر حال هنوز هیچ کس نمیدونه. شاید هم هرگز نتونیم جوابش رو پیدا کنیم، چون هیچ نوری قرار نیست از اونا به ما برسه. تا ابد از دسترس ما خارجن. غیر از این بحث محدودیت سرعت نور، یه مسئله خیلی ناشناخته تر هم وجود داره. شکل هندسی جهان هستی. آیا به شکل یک کره است با انحنای مثبت، یا یه صفحه تخت که تا بی نهایت ادامه پیدا کرده، یا اینکه شکل دیگه ای داره با انحنای منفی؟ آیا یه مرزی وجود داره که از اون به بعد دیگه هیچی نیست، یا اینکه هر چقدر جلو بریم به انتهاش نمیرسیم و در نهایت برمیگردیم سر جای اولمون؟ در مورد این موضوع جالب تو برنامه بعدی صحبت میکنم.